امریکایی این سوال شما را از من نکرده. با سلام و درود حضور شما عزیزان شبکه ملی تیوی و یا MTC. در این برنامه، برنامه پولیتیکال ریویو، از شما دعوت میکنم به مسائلی چون حقوق بشر در ایران، چون 100 سال فعالیت برای دموکراسی در ایران، توجه فرمایید. آیا حقوق بشر در ایران به همان معناست که حقوق بشر در امریکا باید باشد یا در ایران باید باشد یا در اروپا؟ آیا 150 سال برای دموکراسی هزینه کردن تا اروپا به دموکراسی برسه همان پیشنویس اروپا خواهد بود برای ایران؟ آیا 100 سال تلاش برای برسیدن به دموکراسی در ایران کافی نیست؟ آیا باید 50 سال دیگر منتظر شد؟ در این برنامه با شخصیتی صحبت خواهم کرد و از ایشون میخوام که برای شما توضیح بدن. در طول 2 سال گذشته ایشون بیش از 10 بار به ایران سفر کردند. ایشون شخصیتی هستند که به نظر من تنها شخصیتی هستند که حداقل به طور قانونی در آمریکا فعالیت دارند برای مسائل ایرانی ها و آمریکایی ها، ایرانیان امریکن، و بالاتر از اون فعالیت هایی که داوطلبانه ایشون داشتن برای بهبود روابط بین ایران و آمریکا، تنها شخصیتی هستن که این شانس ها داشتن. آیا میخواییم در این برنامه از ایشون بپرسیم شانسی که شما داشتین، تونستید کاری برای بهبود روابط ایران و آمریکا و یا حتی برای ایرانیان آمریکایی انجام بدید؟ و بعد از اون از ایشون سوال میخواییم بکنیم، شما که به طور قانونی در اینجا فعالیت میکنید، آیا محاصره نظامی آمریکا برای ایران، آیا پلنی یا برنامه‌ای در دست دارید؟ من از ایشون میخوام بپرسم که آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی، کارنامه 2 سال شما و بیش از 10 بار به تهران ایران رفتن و اومدن چه؟ نه اولا خیلی متشکرم آقای هاشمی زاده از تلویزیون ملی ایران، هم تشکر میکنم به خاطر این فرصت برای بینندگان گرامی تلویزیونتونم هم سلام دارم و هم عرض ارادت عرض کنم که اولا خیلی به من لطف دارید. من مثل خیلی دیگر از دوستان کارهایی که میکنم در سطحی هست که تو توانایی خودم هست و بخشی از این کارا رو هم با کمک دوستان ایرانی و غیر ایرانی انجام دادم و نمیخوام اعتبار همه این کارا رو خودم بگیرم،
اگر هم کاری شده کاری بوده که دیگران هم درش سهم داشتن و من میخوام مطمئن باشم دوستانی که اونجا دارن میشنفن بدونن که امیر احمدی یه مجموعه بوده و یه فرد نبوده و کماکان به عنوان یه مجموعه برخورد میکنه. این توی مجموعه ایرانی ها هستن، خارجی ها هم هستن. در رابطه با کار کرده دو سال گذشته ما، اجازه بدید اینجوری شروع کنم که به هر حال این شورای امریکاییان و ایرانیان الان 20 چند سال فعاله، به خودم 24 5 سال بهترین دوران زندگی خودمو به اصطلاح وقف ایجاد یه ارتباط منطقی بین ایران و امریکا کردم. من اون موقع که وارد این میدون شدم بسیار تنها بودم، یعنی اگرم کسی با من بود جز چند نفر از دوستان ایرانی نزدیک و بیشتر امریکایی بودن و آسونم نبود. حتی امریکایی‌هاش هم بیشتر کم. من یادمه شاید ما تو تر مجموع از 10% مردم ایران پشت سر خودمون نداشتیم. مثلا اکثر ایرانی‌ها فکر می‌کردن که امیر احمدی با اصلا طرح این مسئله که این رابطه رو باید دوباره درست کرد، فکر می‌کردن من به یه شکلی مغزمو از دست دادم، برای اینکه انقلابی شده بود. انقلاب تو ایران انقلاب ضد امریکا بود، یکی از بنیادهای اصلیش ضد امریکایی و ضد امپریالیست و اینا بود. ولی خب من از طرف دیگه هم زمینی که درک می‌کردم که این ملت اینجوری فکر می‌کنه و حتی گاهی فکر می‌کردم شدم به درستی از دست امریکا دلخوره، اما در این حال اعتقاد داشتم و هنوزم دارم که ملت‌ها و کشورها باید بیشتر در چارچوب منافعشون فکر بکنن و اینکه کی دوست و کی دشمنه گذراست، یعنی اون چی که دائمی منافع است، منافع مشترک. بله، منم همیشه فکر کردم که بین ایران و امریکا و مخصوصا دو تا ملت منافع مشترک بیش از مشکلات وجود داره، یعنی منافعشون بیشتر میچربه به مشکلاتشون. متاسفانه ما توی این بعد از انقلاب روی دشمنی ها و مشکلات و اختلافات تکیه کردیم و روی منافع مشترک دو کشور ما زیاد کار نکردیم. کاملا صحیح جناب دکتر. من میخوام از شما خواهش کنم که شما با همین تیزهوشی که داشتید تونستید و توانستید که این چانس داشته باشید، این شانس داشته باشید که افراد دیگه ای تقریبا میتونم بگم نداشتم. من امروز میخوام از شما سوال کنم که دو سال گذشته کارنامه دو سال گذشته تون در خلاصه بگیم، بعد میریم رو مسائل دیگه. باش ببینید، اولا نمیتونم دو سال گذشته رو از 20 سال گذشته جدا کنم. ببینید در واقع واقعا این تداوم همون فکر و فعالیتی که 20 چند سال پیش شروع شد. تفاوت در اینه که به هر حال من دو سال و چند ماهی پیش بعد از 10-11 سال که به اصطلاح ایران نرفته بودم برگشتم به کشور. وقتی که برگشتم به کشور دو تا فکر واقعا با من بود. یه فکر کمک به توسعه ایران بود، یعنی رفتم ببینم چه کار میتونم برای این کشور بکنم و در دراز مدت میشه چجوری این کشور رو توی مسیری انداخت که برای نسل جوان ما مخصوصا یه باروری خوبی داشته باشه. بخش دوم فکرم هم خب همون فکر اساسی حل مشکل ایران و امریکا بود، مخصوصا این حل این مشکل در چارچوب درک درست. یکی از بزرگترین مشکلات رابطه این نیست که واقعا رابطه وجود نداره، بلکه اصلا درک درستی وجود نداره. دو تا ملت همدیگر رو نمیشناسن، ایرونیا ما رو، ایرونیا امریکایا رو نمیشناسن، امریکایا ایرونیا رو نمیشناسن واقعا. بعد به هر حال من سعی کردم در این رابطه یه طرحی تهیه کردم به نام طرح دیپلماسی رفت و برگشتی. برای این طرح یه پولی تهیه کردیم و بعدم یه فرصت مطالعاتی گرفتم از دانشگاه خودم که بعد رفتم آکسفورد، دانشگاه آکسفورد لندن انگلستان، و
و بعد به هر حال از آکسفورد هم استفاده کردم چون خط وسط بود، وسط راه بود، این رفت و برگشتم آسون تر شده بود. سعی کردم در ایران با آدم های خیلی زیادی صحبت کنم، با روحانیت، با رهبرهای سیاسی، با مردم عادی، با دانشگاهی ها، با صنعتگرا، با افرادی رو که به طریقی یا درگیر مسائل حرفه‌ای یا مسائل دولتی مدیریت یا در چارچوب مسائل در واقع روشنفکری بودن. خوشبختانه این رفت آمد باعث یه درک خوبی شد از اینکه اصلا ایران کجا هست، چی میخوان ملت و دولت چی میخواد و چی کار میشه کرد. نتیجه و متوجه شد اینکه میتونه امکان اینکه با شخصیت‌های دولتی ایران مذاکره کرد امکانش هست. آره، ببین من فکر میکنم که مشکل ایران امریکا هیچ چیزی درش نیست که قابل مذاکره نباشه. تمام مسائلی که تو رابطه ایران امریکا وجود داره قابل مذاکره است. ما یک کشور کمونیستی تو ایران نداریم که اینجا یک کشور سرمایه‌داری باشه و مشکل اونجوری داشته باشن. ولی سالهای سال همه بر این باور بودن که امکان پذیر نیست. ببینید امکان پذیر نبودن به نظر من توی رابطه ایران امریکا بیشتر جنبه روشی داره تا جنبه مضمونی. یعنی مثلا توی رابطه ایران امریکا هر طرفی میگه، آقای خامنه‌ای میگه آقا تو اول یه کار عملی بکن که من پاسخ بدم، درست شد؟ این میگه خب من چرا کار عملی بکنم، شما اول یه قدم بردار. ببین روشیه، نمیاد بگه که آقا اصلا مهم نیست تو چه کار میکنی، من دشمنتم. خب متاسفانه این مشکل روشی تبدیل شده به یه اصل. این مشکل اینجا شروع شده. یعنی اونایی که میگن این مشکل حل نمیشه از چند از دیدگاهی هم درست میگن. چرا؟ برای اینکه متوجه میشن که به هر حال هر دو طرف روشن شرط دارن و این خب مشکله. وقتی که من و شما با هم داریم دعوا میکنیم و من بگم آقا شما حتما باید قدم اول شما برداری، بعد شما بگی نخیر تو چه قدم برنداری من بر نمیدارم، خب مشکل ایجاد میشه. یا اینکه بنده بگم آقا بیاین سر فرض کنیم که کراواتت با هم صحبت کنیم، شما بگی نخیر من سر انگشترت میخوام حرف بزنم، خب مسئله روشیه. ولی که اگه ما میتونیم توافق کنیم سر انگشتر حرف بزنیم بعد بریم سر کراوات، شاید مشکلی برای حل مشکل کراوات و انگشتر نمیموند. این یه مسئله اساسی که تو رابطه ایران امریکا هست اینه. نکته دیگه، این رابطه واقعا رابطه ایران امریکا نیست. یه درک غلطی هم که تو رابطه ایران امریکا وجود داره مردم متوجه نیستن اینه که این رابطه ایران امریکا واقعا رابطه ایران امریکا نیست. رابطه ایران و امریکا و عرباس، ایران و امریکا و اسرائیل، ترکا توش هستن، پاکیا، پاکستانیا توش هستن، اروپایا توش هستن، چینیا توش هستن، روسا توش هستن. این رابطه متاسفانه تا یه 30 سال گذشته تبدیل شده به یه جعبه آشغال که هر کسی یه چیزی توش میریزه. حالا تو بیا این جعبه آشغال بردار، میدونی غذاش رو یه طرف بریز، آبش رو یه طرف بریز، همینجور بیاد نرو به قول امریکایی ها سرتش کن، همه رو جوری کنی باجو، خیلی آسون نیست. بعد تا داری وقتی که اون کار رو میکنی هی اونا هی میان میریزن، میدونی هی جعبت هر کاریش میکنی تمیزش کنی و سر همش بکنی هی داره از بیرون و بالا ریخته میشه توش. از نظر شما مشکلات اساسی مدد چقدر راه رو ما طی کردیم؟ چند درصد از راه رو طی کردیم؟ ببین میگیم تا بدتر نشه بهتر نمیشه. رابطه ایران امریکا یک برنامه بالا پایینی داشته. الان خب متاسفانه بخوام بگم که ما در یه وضعیت خوبی نیستیم با امریکا، یا امریکا با ما در وضعیت خوبی نیست. یعنی هنوز مثل 30 سال پیش هستیم یا بهتر هستیم؟ ببینید بستگی داره. به یه شکلی عرض کردم، این میگن تا بدتر نشه بهتر نشه، چون بدتر شده ممکنه به بهتر نزدیک شده باشیم. یعنی بعضی موقع شما باید بدتر شدن رو بهش یه به اصطلاح چیز یه بینش مثبتی بهش بدی. ببینید من دارم میگم که یکی از مهمترین کارهایی که تو رابطه ایران امریکا باید کرد اینه که ناامید نشود. یعنی متاسفانه دوستایی که میگن این رابطه رو نمیشه حل کرد،
اینا در واقع مشکل ایجاد میکنن. ببینید هیچ آدم سیاستمداری، هیچ آدمی که علاقه داره یک مشکلی حل بشه، نباید به قول خودمون تخم نومیدی بکاره. خب وقتی تو میگی آقا این رابطه حل نمیشه، یعنی مثلا اگه من روزی، من حتی اگه یه روزی متوجه بشم که حل این مشکل بسیار بسیار میدونی چیز پیچیده شده، بازم خودم اجازه نمیدم بگم که آقا این مشکل حل نمیشه، برای اینکه من عملا در رو میبندم. اینه که باید امیدوار بود. یک چیز دیگه هم بگم، ببینید خب 30 سال ایران و امریکا مسائل اساسی داشتن، ولی در این حال هم میدونیم که خوشبختانه ایران هنوز با امریکا وارد جنگ نشده، هنوزم سربازای ایران امریکایی تو ایران نیستن، یا ما کار خاصی با امریکا نکردیم. به قول کاشونی ها یه فش بده یه فش بستونه، و به اضافه این که خب بلا تحریم میکنن، به تحریم هم یه جوری دولت جمهوری اسلامی باش کنار اومده، حالا مسائل داره خیلی مشکل تر میشه. آیا به نظر شما فکر نمی کنین که خب شاید 30 سال گذشته و ما تا اونجایی که من از گفته های شما استنباط کردم 30 سال گذشته، ولی هنوز به اون نتیجهی که شما یا همیهنانمون میخواستن برسن، یا امریکایی ها میخواستن برسن به مسئله سیاسی ایران و آمریکا نرسیدیم؟ آیا فکر نمی کنین شاید راهی رو داریم اشتباه میریم؟ همون موضوعی که چرا نمیرسیم؟ درسته. آیا فکر کردین که شاید ما بتونیم هیچ وقت، من میدونم تا حدودی میدونم که شما فعالیت هایی هم کردین در مورد حقوق بشر در ایران، که البته با من حتی یه بار صحبت کردیم، گفتین حقوق بشر در ایران با آمریکا حقوق بشر در آمریکا فرق میکنه. من کاملا یادم اینا رو، خوب یادمه که شما، ولی شما هیچ موقع نخواستین اینا رو باز کنین. یا در مورد دموکراسی در ایران فکر میدونم که شما فعالیت هایی دارین در این مورد، ولی در موردش صحبت نمیکنین. آیا این فعالیت های شما به این دلیله که شما میخواین نتیجه بگیره، بعد شاید کمک بکنه حتی به روابط ایران و آمریکا؟ یا ببینید در سه موضوع، در سه قسمت اینو جواب بدم. در مورد، در ادامه همون سوال اولت که 2 سال گذشته چه اتفاق افتاد، عرض کردم که من یه دیپلماسی رفته برگشتی داشتیم که صحبتهایی رو که با هر دو طرف کردیم نتیجهش یک وایت پیپر، به اصطلاح مقاله سفید، یعنی مقاله سیاستگذاری چیز شورا هست که روی سایت شورا هست، چیزی حدود 50 صفحه است، هم به فارسیش منتشر شده هم به انگلیسیش، که یکی از افتخارات شوراست واقعا. من بیش از یه سال خورده با دوستان دیگر شورا روش کار کردیم، به این مقاله هم به دولت امریکا داده شد هم به دولت ایران، و نتیجه اون سخنرانی آقای آلبرایت، آقای اوباما در عید گذشته، نه عید قبلی بود، یعنی در واقع شما اگه صحبت آقای اوباما رو پیام نوروزش بخونی، اون نامه هایی هم که به آقای خامنه‌ای نوشته، دقیقاً میخوام بگم دقیقاً این اون نامه ها و اون سخنرانی توی اون مقاله هست، یعنی کپیه شد، یعنی شورا اینقدر نفوذ داشت که بیاد یه مقاله بنویسه بذاره رو میز آقای اوباما، و اوباما برداره اونها به عنوان یه سخنرانی نوروزی و یه سری نامه بفرسته به آقای خامنه ای. برای یه سری حرکات های اینجوری شد. در رابطه با اینکه چه کارهای دیگه ای شده، به کجا رسیدیم، آره چرا این همه راه هستیم بهش نمیرسیم، ببین ما خیلی راه اومدیم. یکی این که عرض کردم وقتی که ما شروع کردیم رابطه ایران امریکا را، شاید 5% مردم ایران دنبال این فکر نبودن، اصلا فکر ما دیوونه ایم، که اصلا امیر احمدی گفتن دیوونه است که اومده، ما هم یک امریکای رو از کشور بیرون کردیم، یه انقلاب کردیم و حالا میخواد برگردونه. اصلا اگر یه وزیری مثلا 10 سال پیش اسم امریکا رو میبرد یا میگفتن رابطه ایران امریکا داشت، اصلا بیرونش میکردن، اصلا به طور کلی معن بود این جریان 15 سال پیش. الان اولا 90% ملت ایران این رابطه رو میخوان و همشون هم باز میگن. من اعتقاد دارم 90% داخل حکومت، یعنی رهبرای حکومت این رابطه را میخوان. شما با وزیرش بشینی، معاون وزیرش بشینی، با روحانیش بشینی، میگه ما میخوایم این رابطه را، مشکلی نداریم. خب یعنی ما خیلی رفتیم جلو. اصلا این تلسم به عنوان امریکا تو ایران شکسته. الان توی مطبوعات هر جا میری بحث رابطه ایران امریکا، همچی چیزی وجود نداره. شما برید برگردید 7-8 سال پیش، اصلا
رابطه ایران و امریکا در انحصار فقط یکی دو نفر تو کشور بود، کسی جرئت نمی‌کرد و اون نفر دومش هم من بودم. یعنی واقعا توی 20 خورده سال من یادم این چیزها، این روزنامه‌های رفرمیست همیشه می‌نوشتن که آقا چرا امیر احمدی میتونه در این رابطه حرف بزنه ما نمیتونیم. آیا دکتر هوشنگ امیر احمدی، به طور خلاصه از شما میخوام بفرمایید که مسائل کلن، مسائل سیاسی ایران و آمریکایی که شما فعالیت داشتین توی این حداقل دو سال گذشته را لطف کنید به طور خلاصه بفرمایید که در چه مرحله‌ای هستیم. همونجوری که عرض کردم، دو سال رو از 20 سال گذشته نمیشه جدا کرد، ولی سعی میکنم اول در مورد دو سال صحبت کنم، ولی خیلی سریع در مورد کل این جریان و نتیجه که گرفتیم هم حرف بزنم. در دو سال گذشته عرض کردم من یه دیپلماسی رفته برگشتی داشتیم که نتیجه اون ملاقات‌های زیادی با نیروهای سیاسی و غیر سیاسی داخل و خارج کشور، هم توی ایران، هم توی اروپا و هم توی امریکا بود و هم تو منطقه خاورمیانه در مجموع، و نتیجهش رو من به عنوان یک مقاله سیاستگذاری، وایت پیپر به اصطلاح کاغذ سفید، مقاله سفید در یه این آوردیم اینو و توی به اصطلاح پایگاه اینترنتی شورا هست، هم به فارسی و هم به انگلیسی مقاله رو هم به امریکایی‌ها دادیم هم به ایرانی‌ها دادیم، که مبنای صحبت آقای اوباما بود، اون سخنرانی عیدش، اون پیام عیدش و نمایی که بعداً با آقای خامنه ای نوشت، اون مبناش اونجا بود. این قسمت اولش. نکته دوم، یکی از دستاوردهای به نظر من مهم شورا و خود من مشترکاً با دوستای دیگه در این 20 چند سالی که تو رابطه بودیم این بود که ما این رابطه رو وقتی که شروع کردیم شاید 5% از مردم ایران فکر نمی کردن که اصلا همچی چیزی ممکنه، اصلا همچی چیزی معقوله، و از اینکه اصلا این فکر که باید ایران و امریکا بعد از یک انقلاب عظیم که بر علیه امریکا و دیکتاتوری شاه بود بیان و دوباره مثلا یه آشتی بشه بین دو کشور، و این فکر به قدری مثلا تو فکر مردم عجیب بود و بیگانه بود که هیچ کس نمیتونست داشتن فکر بکنه. ولی خب ما خوشبختانه این فکر رو آوردیم وسط و در یک کار بسیار دراز مدتی جریان رو عوض کردیم. ملت ایران هم بیش از 90% مردم ایران طرفدار این رابطند، من جمله درون خود دولتیا، و این بحث این رابطه و اینکه این رابطه باید عادی بشه الان دیگه توی مردم هست، درون اجتماع است، توی در حقیقت شما مردم رو اینوالو کردید، اصلا مردم عوض شدن. و به نظر من ما یه فرهنگ سازی کردیم سر این جریان که توی ایران وجود نداشت. یعنی این فرهنگ که تو میتونی حتی با یه امپریالیسم یه رابطه منطقی داشته باشی، که تو لازم نیست ضد امریکا باشی، ضد غرب باشی، و حتی غربی هم که ممکنه با تو مشکل داره، حتی امریکا هم با تو مشکل داره، میتونی باش، میدونی در همزیستی باشی. این خیلی مهم بود. درسته که ما رابطه ایران امریکا رو هنوز درست نکردیم، اما ما یه کارهای ریشه‌ای و اساسی کردیم که به نظر من این راهگشای آینده خواهد بود. یکی گفتم اون زیربنای اصلی حل این مشکل الان به وجود اومده. اون زیربنا چیه؟ زیربنا خواست ملته، خواست مردمیه. ملت دیگه از اینکه امریکا امپریالیسم اون نباید بریم اینو بیرونش کنیم، اینا اینجوری نداره. امریکا مثل بقیه است، میتونه بیاد تو، میتونیم باش کار کنیم، باید هم باش کار کنیم و هیچ مشکلی هم نیست. و امروز هم دولت و مردم با هم، اصلا هم دولت و هم مردم، البته خب هنوزم یک عده‌ای از مردم، یه عده‌ای از دولتیا مخالفن، که من اعتقاد دارم بیشترش جنبه سیاسی داره تا فرهنگی. یعنی حتی اونا هم متوجه شدن که به هر حال فرهنگ سازی شده در این رابطه، به این آسون نیست که شما بخوای این جریان رو میدونید برای ابد همینجوری نگه داره. شخص آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم میگه آقا ما که نگفتیم تا ابد دشمن امریکاییم. بالاخره یه جوری مشکل حل میشه، ولی زمانش هنوز
نرسیده. ببینید دیگه به اونجا رسیدیم. این هم نکته دوم. نکته سوم دستاورد ما به نظر من شورا، ببینید یک روزی جورج شولتز که ایشونو همه میشناسن، ایشون وزیر دفاع بوده، رئیس دفتر رئیس جمهور بوده، آدم بسیار بسیار بزرگیه. آقای جورج شولتز یه روزی تو خونه خودش توی استنفورد یه 3-4 ساعت نشستی بودیم با هم، من و ایشون بودیم و با هم صحبت میکردیم. این به من گفت که آقای دکتر من میخوام مشکل امریکا با ایران رو از دید خودم و از دید نخبگان سیاسی امریکا بهت بگم. در 4 کلمه من خلاصه میکنم. گفت که 1، از اینکه ما امریکا ایران رو از دست دادیم خیلی متاسفیم. ایران نباید ما از دست میدادیم، اشتباه کردیم. به اونایی هم که ماهایی که اینجوری گذاشتیم این اتفاق بیفته به خودمون همیشه چیز میکنیم، به اصطلاح خودمون رو از خودمون انتقاد میکنیم. 2، هیچ کشوری رو، هیچ دولتی رو، کشور نگفت، هیچ دولتی رو، من که 80 سال هستم و 60 سالش توی این جریان سیاسی ایران امریکا بودم، من خود شولتز یاد ندارم هیچ دولتی به اندازه جمهوری اسلامی به ما امریکایی‌ها صدمه زده باشه. ببینید هیچ دولتی رو ایشون در نظر نداره، نمیتونه تصور کنه در تاریخ ایران امریکا که اینقدر به اندازه جمهوری اسلامی به صدمه زده باشه به امریکا. و بالاخره گفت که ما راهی جز این که سومیش هم گفت که ما فکر میکنیم که با جمهوری اسلامی شاید بشه با زور حرف زد ولی آمادگی براش نداریم، هرگز نخواهیم داشت. و بالاخره ما راهی جز این که این رابطه رو عادی کنیم نخواهیم داشت. نکته‌ای که من در این چیز دارم اینه که ما یه همچی مشکلی داریم بین دو تا کشور. یعنی یه آدمی که میگه اعتقاد داره، آدمی مثل جورج شولتز که هیچ کش دولتی به اندازه جمهوری اسلامی به ما صدمه نزده، از طرف دیگه ایران داری که فکر میکنه در این 50 سال گذشته هر بدبختی رو که ایران داشته رو امریکا به وجود آورده. ببینید میخوام بگم که لبه دو طرف این دشمنیات کجاست. با این وجود ما در همچی مشکلی تونستیم بین دو کشور یه صلح نسبی حفظ کنیم. یعنی چی؟ یعنی هنوزم ما داریم جنگ نمی کنیم، داره تحریم هست ولی خوشبختانه هنوزم جنگ نیست. خب این یکی از دستاوردهای دیگر شوراست. یعنی شورا افتخار میکنه که در 20 چند سال فعالیتش سعی کرده به اصطلاح کلام منطق باشه، دهن منطق باشه، فکر منطق باشه و یک دیسکورسی رو، یک گفتمانی رو توی رابطه ایران امریکا جا انداخته که این گفتمان بیشتر صلح به وجود آورده تا دشمنی و جنگ. این هم خیلی دیگه است. آخرینش هم بگم، واقعا بازم جز از افتخارات ماست، شورا اولین سازمانی بود که ایرونی ها تو این کشور به اتفاق امریکایی ها درست کردن و بنابراین اولین سازمانیه که ایرونی ها رو به سیاست امریکا وارد میکنه. یعنی قبل از ما هیچ کس تو این کشور توی جریان سیاسی امریکا نبود. الان زیاد شدن، الان خیلی قدرت های زیاد. خوشبختانه ما میدونید پیش قرابل و پیش قدم این جریان بودیم. وقتی که من وارد این میدون شدم با دوستای دیگمون کسی تو این جریان نبود، هیچ کی کاری نبود تو این کشور. ما تا اونجا رفتیم که رئیس شورای ما مرحوم سایرس ونس شد. میدونی بزرگترین غول سیاست خارجی امریکا بود. ما خانم آلبرایت رو آوردیم، وزیر امور خارجی وقت امریکا رو ما آوردیم، از ملت ایران برای کودتای 53 عذرخواهی کرد، برای اینکه از صدام حسین دفاع کرده عذرخواهی کرد. ببینید شما تو تاریخ امریکا هم چیزی رو نشون ندارید. ببینید یه نکته آخری هم که در مورد این دستاورد شورا میخوام بگم، این بد نیست اینجا بگم. یه روزی آقای هوشنگ انصاری رو شما حتما یادتون هست، ایشون یه روز من زنگ زد، حرفش 7 سال پیشه، ولی من دارم به اصطلاح عمومی میگم، ایشون هم حتما ان شاءالله یه روزی بشنفه.
زنگ زد من آقای دکتر میخوام با تو صبحونه بخورم. توی نیویورک بود، توی سویت خودش توی فور سیزن. رفتم اونجا ساعت 10 صبح نشستیم سر سفره صبحونه. بعدش آقای دکتر میدونی برای چی من خواستم با شما صحبت کنم؟ گفتم نه، حتما حرفی دارید. گفت آره، من میخواستم بهت بگم که دست درد نکنه دست خوش. گفتم در مورد چی؟ گفت در مورد این شورایی که ساختی، خود شورا. بعدش گفت که 35 سال پیش شاه من و زاهدی رو خواست به سعدآباد، تو کاخ سعدآباد. گفت آقای انصاری، آقای زاهدی، هر چی پول بخواید در اختیارتونه، برید توی امریکا برای ایران یک سازمان لابی بسازید. ما گفتیم علی حضرت پیس آف کیک، چیزی نداره به چشم. پا شدیم و اومدیم و خب ایشون آقای زاهدی وزیر امور خارجه بود، بنده سفیر بودم دیگه، از این بالاتر نمیشد دیگه، هر چی هم که بخواستی داشتیم. اومدیم توی این کشور، آقا هر کاری کردیم که این سازمان رو سر هم بکنیم نتونستیم. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که هر سال یک دو بار میدیم مهمونی بدیم، خاویار و شمپین، و مسئله رو سر هم بیاریم. میخوام بگم دست خوش کاری رو که من و زاهدی نتونستیم بکنیم، اونم در وقتی که ایران و امریکا بهترین دوستای دوتا کشور تو منطقه بودن، تو در دشمنی بین دوتا کشور کردی. یعنی وقتی دو کشور دشمن بودن توی شورای ساختی که ما وقتی که دوست بودیم نتونستیم بسازیم. و ما هم کی بودیم؟ با شما کی هستید؟ دست از همه جا خالیه. میخوام بگم که شورا، صرف ساختن این شورا چیز بزرگی بود. اما خود آقای زاهدی یه چیز دیگه هم گفت آخرش. گفت که بهت قول میدم همه ما ایرونیا و دولتیا جمع میشیم شورا تو خراب میکنیم. این حقیقتشه. گفت فکر نکن که دیگه بردی و تموم شده. هنوز اول صحبته. ما همه جمع میشیم از بینش میبریم. برای که اصلا ما ایرونیا تو فکر این نیستیم که یکی از راه برسه، معلومه کجا اومده، بیاد شورا برای ما بسازه. و بعد این دولت میگه این کیه، و من ملت میگه این کیه، جمع میشیم میدونیم ترتیب تو میدیم. دولت مردان ایران به این اعتقاد دارن که آمریکا همیشه پیام‌هایی میرسونه به گوش اونا که بیاین بشینیم و گفتگو کنیم و مسائل سیاسی هر دو کشور حل کنیم. مهمترین موضوعی که دولت مردای ایران به خصوص رهبر ایران همیشه متذکر شده، سوال کرده از آمریکا به چه جرأت و یا شما به چه شکلی میتونید از ما درخواست بکنید که بیایم بشینیم مذاکره کنیم که شما کشور ما رو محاصره کردید؟ نه خب ببینید، این طرح درسته. منم متاسفانه همین چیزی که گفتم، مشکل ایران امریکا فقط مشکل ایران امریکا نیست. نیروهای زیادی درگیر این مشکلن و پولای زیادی رو برای اینکه این رابطه رو خرابتر کنن می‌دونی مصرف میکنن، خرج میکنن. من خودم فکر میکنم که ما دو تا امریکا داریم. من همیشه به جمهوری اسلامی میگم ما دو تا امریکا داریم. شما به غلط امریکا یک با امریکای برخورد مونولیت میکنید، یک جانبه میکنید. اون دو تا امریکا، یه امریکای طرفدار منافع خودشه، یه امریکا طرفدار منافع دیگرانه. اون امریکای فاسد، امریکای قدرت طلب، پول طلب، لابی اسرائیل و عرباست و پاکستانیاست و ترکاست و جای دیگه، به خاطر پول هر کاری میکنن. بعد یه امریکا هم هست که واقعا طرفدار منافع خودشه. من به جمهوری اسلامی همیشه میگم شما باید با اون امریکایی که طرفدار منافع خودشه کار کنید. اگر هم نمیخواید با اون یکی کار کنید، میدونید چشم‌پوشی کنید، نادیده بگیرید، ولی این یکی رو باش کار کنید. متاسفانه جمهوری اسلامی با امریکا به عنوان یک پارچه نگاه میکنه. بنابراین دوستا و دشمنا میدونید در تحلیل نهایی میرن توی کنج. یعنی ما به جای اینکه دوست سازی بکنیم و دوستایی هم که داریم ما حفظ کنیم، اینا رو هم به اصطلاح فشارشون میدیم، میبریمشون تو شکم اونایی رو که دشمنمون. و این خب معناش این میشه که
وقتی با امریکا در مجموع به عنوان دشمن نگاه میکنی، امریکا در مجموع دشمن میشه. میگن که اگر میخوای یکی رو دشمن بکنی، خیلی ساده میتونی بکنی. بنده میتونم از ظرف یه رو شما رو دشمن خودم بکنم، ولی اونی که مشکله اینه که شما رو دوست خودم بکنم. دشمن خودم خیلی آسونه. خب بنابراین من میخوام بگم که یه مقدار مشکل خودمونه، اما به هر حال یک واقعیت دیگه هست. من همیشه اینو به امریکایی‌ها بیرونی‌ها میگم، میگم اینا باید در مورد امریکا واقع بین باشن. امریکا یک ابرقدرته، یک جریان امپریالیستیه، چه بخوایم چه نخوایم. اینم این آقای اوباما هم نیست و خانم هیلری هم نیست و یک سیستمیه، یک سیستم سرمایه‌داری جهانیه که طبیعتش اینو میکشه تو تمام دنیا. منافعش تو همه جا هست و این منافع رو باید ازش حمایت کنه، حفظش کنه. گفتم همه ملت‌ها منافع دارن، امریکا هم یه منافعی داره. این منافع اینو میبره توی عراق، میبره توی افغانستان، میبره توی پاکستان، میبره توی جاهای دیگه. سر مرزهای ایران هم دعوا، ببین تو دعوا که حلوا پخش نمی‌کنن که گفتم به آقای شولتز در مورد جمهوری اسلامی چی میگفت. بنابراین اگه واقع بین در مورد امریکا بشیم که بگیم آقا بله این یه قدرت جهانیه که به هر حال پخش همه جا، من جمله رو مرز ما، و بعد ما به امریکایی هم باید بگیم که در مورد مای ایرونی ها باید واقع بین باشه. ما هم قطر و ابوظبی و نمیدونم کویت و بحرین نیستیم، ما عربستان سعودیش هم نیستیم، ما تو ترکیهش هم نیستیم. ما یک کشوری هستیم، میدونید 3000 سال تاریخ متداوم داریم، حالا این برانور هم میذاره زدیم، اما هستیم اونجا، بودیم اونجا، یک وزنه هستیم، یک قدرت هستیم. امریکایی هم متاسفانه یه درک واقع بینانه از ما ندارن. همونجوری که اصلا اینا همدیگه رو نمیشناسیم. اونا فکر میکنن که با ایران یه جوری برخورد میکنن انگار بحرینه. میگم من رسبی به دولت میگم که میگم تو خودت با ایران برخورد بحرینی میکنی. بله من با اجازهتون میخوام از این بگذریم و در مورد تحریم ها صحبت بکنم. پیرو صحبت های شما یا شاید به پشتیبانی از صحبت های شما در این قسمت میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که مسائل امریکا، رفتار ضد و نقیض امریکا در مقابل با ایران دیگه یک چیزی که شما فرمودین و اینا میبینید و همه اصولا این روزا میبینیم. با اینکه حدود 6 ماه هست که سانکشن یا همون تحریمایی که علیه ایران انجام شده از طریق امریکا و متحدانشون، من اینا اطلاع پیدا کردم که توی همین 6 ماه یا 8 ماه گذشته 40% از صادرات امریکا به ایران بیشتر شده. همین توی 6 ماه گذشته. خب این یک ضد نقیضه، متوجه این اون ضد نقیض‌های آنچناری رو داره، ولی این ضد نقیض‌ها هم هست. ببینید آقای دکتر امیرحمدی، چرا به این شکل هستش؟ اگه تحریم هست چرا 40% الان تولید صدور لوازم یا هر چیزی از امریکا به ایران بیشتر شده؟ میگن که لنین میگه همیشه اگه سرمایه‌دار بدون اون تنابی رو که داره به تو میفروشه با اون تناب دارش میزنی، اگه سود داشته براش داشته باشه بهت میفروشه. بعد به فکر این میفته که چجوری گردن خودش رو سیف کنه. ببینید گفتم امریکا یک جریانی فرا دولت کشوریه، یک سرمایه‌داری جهانیه، یک هزار خودمون هزار یک سوراخ سنبه داره. یعنی این نیمه دومش هست که در حقیقت. ببینید شما ببینید الان تجارت ایران با دبی نزدیک 12-13 میلیارد دلاره. خب دبی چیزی نداره که به ایران بفروشه، همش مال امریکاست. شما الان تهران که میری تمام این جنسای امریکایی مازاد رو خیابونا هستن، از دل کامپیوترش گرفته تا یخچال جنرال موتورش، جنرال الکتریکش، همش اینجا هست. ببین به هر حال دنیا دنیای بازیه، جهانی شده، آسون نیست به این سادگی درا رو بست. این یه مشکله. مشکل دیگه اینه که یعنی مشکل مسئله پس تحریم کار نمیکنه. ببین نه خب در... نه نه اینجوری هم نیست. ببینید یه روزی تجارت ایران و امریکا 15-16 میلیارد دلار بود. شما که میگی مثلا 40% اضافه شده، مثلا فرض کنیم که 100 میلیون دلار بوده، شده مثلا 130 میلیون دلار. ولی این تجارت یه وقتی 14 میلیارد دلار بود. خب معلومه که بازم افتاده.
یعنی غیر مستقیمش ممکنه هنوز باشه از طریق دبی، ترکیه، جاهای دیگه، ولی تجارت مستقیم 100% افتاده. اما یه چیز دیگه هم هست، ما فراموش میکنیم که شورای خود ما، یکی از افتخارات شورا این بود که خیلی از این تحریما رو شکوند، روی فرش شکوند، روی مواد دارویی شکوند، روی مواد غذایی شکوند. میدونید الان مثلا شما اگه مجوز داشتی در مورد مسائل دراگ، یعنی دارویی، پزشکی، بیمارستانی، میتونی وارد کنی به ایران. فقط باید بری توی اوفک، آفیس آف فارن اسس کنترل، لایسنس بگیری، گواهی بگیری، بری اون تو. من در همین جا صحبت گواهی هم که شد اینم بگم، که همینم بگم که شورای ما الان تنها سازمان امریکایی هست، تنها سازمان امریکایی هست که گواهی از وزارت خزانه داری امریکا داره که در ایران کار کنه. ما الان لایسنس داریم تو ایران کار کنیم. خب یعنی خودش یه افتخاریه که اینقدر امریکا به ما اعتماد داره که به ما اجازه بده بریم تو ایران کار به صورت روابطی بکنیم. میخوام بگم که به هر حال اینجوری نیست که تمام درا بسته شده. یه ذره درهای غیر فرمال بازه، غیر رسمی بازه، مثلا درهای رسمی بازه. هنوزم سازمان‌های زیادی هستن که میتونن برن گواهی بگیرن، فرش وارد کنن، بیرون کنن، ولی خب داره متاسفانه هی این جریان مشکل‌تر میشه. به طور خلاصه آقای دکتر می‌خواستم از شما خواهش کنم که در مورد به طور خلاصه در مورد شاید آینده نزدیک سیاسی دولت ایران یه مقدار در موردش صحبت کنین و اطلاعات بیشتری که چون شما بسیار رفت آمد دارین در طول ماه‌های گذشته به ایران، یه مقدار در مورد اون مسائل سیاسی در مورد دولت اگه ممکنه صحبت بکنین. البته این صحبتی که دارم میکنم و اجازه بدید در چارچوب شورا نکنم، برای اینکه شورا یه سازمان امریکاییه و من همیشه اعتقاد داشتم و دارم که شورا نباید به هیچ وجه و نه فقط شورا، هیچ سازمان خارجی حق دخالت در امور داخلی ایران را نداره. صحیح. یعنی من کاملا مخالفم، همیشه مخالف بودم، هنوزم هستم که خارجی‌ها در امور داخلی ایران دخالت کنن. اگه دولت ایران با ملت مشکل داره، دولت مشکل دولت و ملت، ملت میتونه هر کاری با دولت بکنه، دولت میخواد هر کاری با ملت بکنه، اینا باید با هم به یه جایی کنار بیان. این به خارجی‌ها مربوط نمیشه. بنابراین من برای اینکه شورا رو به عنوان یک سازمان خارجی وارد این میدون نکنم، میخوام خودم حرف بزنم و اینجا به عنوان یه ایرانی میخوام حرف بزنم و نه به عنوان رئیس شورا. خلاصه چون خیلی خلاصه میخوام بگم که اولا اینو قبل از اینکه فراموش کنم بگم که شورای ما، شورا رو دارم اینجا میگم، افتخار داره که برای اولین بار توی این کشور اولین کنفرانس حقوق بشر رو گذاشت. هیچ کسی اینو نمیدونه که کتابش هم هنوز چاپ شده است. من اشاره کردم اول صحبت. ولی این کارا ما کردیم. اما این بحث دیگریه. یعنی خیلی‌ها فکر می‌کنن که امیر احمدی یا شورا در مورد این کارا کار نکرده. این اشتباه است. اما در مورد ایران ببینید، جامعه جمهوری اسلامی به عنوان یه پدیده نرم افزاری به دنیا اومد. یه روحانی، روشنفکر، دانشگاهی، مردم عادی رفتن تو خیابون، یک جریان سخت افزاری دیکتاتوری نظامی شاهی امریکایی اینا رو سرنگون کردن به اصطلاح و خواستن یک جامعه نرم افزاری عدالت گستر مستقل دموکراتیک و اینا بسازن. آینده نزدیک. متاسفانه این جریان به بنبست رسید. جمهوری اسلامی از یک جریان نرم افزاری در یک طی 30 سال تبدیل شده به یک جریان سخت افزاری. علتش هم خیلی ساده بود. حالا ما اول انقلاب میدونید نیروهای زیادی که مخالف حکومت بودن افتادن به جون این نرم افزار سازا، میدونید ترور کردنهای متفاوت، کشتنهای دو جانبه و اینا، بعد جنگ عراق و ایران و بعدم تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا. آینده نزدیک سیاسی، آینده نزدیک سیاسی ایران دیکتاتوریه. خیالت راحت کنم. اما من امیدوارم که این دیکتاتوری توسعه طلب باشه، برای که من اعتقاد ندارم الان در این مقطع مشخص با مسائلی که بین ایران و امریکا و ایران و دنیا هست در خیابونای ایران بشه دموکراسی به وجود آورد. دموکراسی الان توی ایران به نظر من جا نداره. چیزی که الان شکل گرفته، اون پدیده سخت افزاری رو که عرض کردم، واقعیت داره. این پدیده سخت افزار فقط یک راه داره که مثبت باشه و اینه که آدمای مثل من شما و امثال هم
میدونید بریم توشون و اینا رو توسعه گر کنیم. اگه نکنیم هم توسعه رو باختیم هم دموکراسی رو باختیم و برمیگردیم به همون خط اول جبهه. میدونید دوباره روز از نو، روزی از نو. عرض کردم که دیشب هم همین صحبتمون همین بود که ما ایرونیا سه تا وضعیت سیاسی میشناسیم. اول یه دیکتاتور داریم که 20 سال اونجا بوده، میریم یه انقلاب میکنیم، دیکتاتور از بین میبریم، یه 20 سالی آشوب سیاسی را میندازیم، بهش میگیم دموکراسی. بعد دوباره دیکتاتور برمیگرده، آشوب سیاسی را جمع میکنه، یه 30 سالی دیکتاتوری به وجود میاره، بعد ما میریم انقلاب میکنیم، اینو برش میداریم و این دوره تسلسل. الان ما رسیدیم توی مقطع دیکتاتوری دوباره. آقای دکتر هوشنگ امیرحمدی، از شما میخوام که در مورد آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، در مورد ایشون و کارهایی که اصولاً انجام میدن و دادن، از نظر شما کارهای ایشون شما تاییدشون میکنین یا خیر؟ ببینید من در ایران اصولاً فراجناهی عمل کردم و برخورد کردم، یه آدم ملی هستم و اصولاً سوشال دموکراتم و ملی و مسائل ایران رو از بالا نگاه میکنم و هیچ وقت توی بازی‌های جناحی و توی دعواهای سیاسی جناحی خودم رو وارد نکردم، اگرچه گاهی جناح‌ها منو وارد بازیشون می‌کنن ولی این ناخواسته است، یعنی من نمی‌خوام اونا این کارو می‌کنن. من وقتی که به ایران نگاه می‌کنم واقعا به ایران، به منافع ملی ایران نگاه می‌کنم، به مسائل ملی ایران نگاه می‌کنم، به اعتقاد دارم که این مسائل جناحی نیستن و اعتقاد دارم هیچ جناحی توی ایران نمیتونه به تنهایی این مسائل ملی رو حل کنه. و اما در مورد شخص آقای احمدی نژاد، من فکر میکنم آقای احمدی نژادم مثل بقیه لیوانش نصف پره، نصفش خالیه. این بی‌انصافیه که بگیم تمام مسائل کشور من مسئولش آقای احمدی نژاده، به اینم غیر مسئولانه است که بگیم هر اتفاق مثبتی هم که افتاده رو ایشون کرده. متاسفانه برخوردی که به نظر من نیروهای سیاسی کشور با احمدی نژاد میکنن، من این برخورد رو منصفانه نمیبینم. اولا احمدی نژاد رو با یه استاندارد دیگری که قبلا اون استاندارد رو مثلا در مورد آقای هاشمی یا خاتمی به کار نمی بردن، به کار می برن ازش. اونا یک در باید تاریخ ارزیابی از احمدی نژاد یه استاندارد دیگه رو مطرح می کنن. دوم به نظر من توجه ندارن که به حال احمدی نژاد یه آدمیه که درون این سیستم می‌دونید 30 سال کار کرده، از 18-17 سالگی اومده، کمیته‌چیشون بوده، امنیتیشون بوده، سپاهیشون بوده، بسیجیشون بوده، فرماندارشون بوده، استاندارشون بوده، شهردارشون بوده، حالا میشه رئیس جمهور. خب یعنی اینجوری هم نیست که یه دفعه یعنی آسمون یه کسی افتاد و دست غیبی آورد ایشون رو کرد. و تا وقتی که ایشون نمیدونم سپاهی بود و استاندار بود و فرماندار بود و شهردار بود، مسئله نبود. به محض اینکه ایشون رئیس جمهور شد همه چی مسئله شد. خب این درست نیست. من اعتقاد دارم که ایشون همونقدر حق داره رئیس جمهور بشه که هر کسی دیگه حق داره. این یکی. نکته دوم این که ایشون واقعا این جایگاهی رو که گرفته مستحقش هست یا نه، اون برمیگرده بحث وسیع‌تری. متاسفانه توی جمهوری اسلامی خب انتخابات در چارچوب محدودی شکل میگیره، یعنی شورای نگهبان میاد میگه آقا این 5 نفر میتونن فقط رئیس جمهور بشن. خب بین اون 5 نفر یکی انتخاب میشه، این جامعه رو بیشتر از این باز نمیکنن. متاسفانه افرادی که ممکنه استحقاق بیشتری هم داشته باشن هیچ وقت شانس پیدا نمیکنن. اما در رابطه با اینکه همین در همین چارچوب محدودی که شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری میذاره، اون افرادی رو که وارد میدون میکنه، من احساس نمیکنم که مثلا آقای احمدی‌نژاد کمتر از بقیه میدونید کیفیت داره یا کوالیفیکیشن داره، یکی کم و زیاده، بستگی داره. آقای احمدی‌نژاد یه آدمیه
از یه جامعه پایینی اومده، پدرش مسگر بوده، طبقه متوسطیه، به هر حال اومده و آدم خودساخته‌ایه، نه شاهزاده بوده نه شیخزاده است، آدم خودساخته‌ایه واقعا، یعنی صادقانه هم همینه. این آدم یه آدم خودساخته است، حالا با عقایدش ممکنه آدم موافق نباشه ولی با یه چیز میتونی موافق باشی، اینکه این آدم خودساخته‌ایه و اومده یه سری توانایی‌هایی داره، یه سری توانایی‌هایی نداره. توانایی‌های ایشون رو شما شجاعت می‌ذارین یا چیز دیگه است؟ ببینید آدم شجاعیه، تو شک نداریم، آدمیه که خیلی از مرزایی رو که بقیه نمیتونستن عبورش کنه ازش عبور کنن این کرده، خیلی کارهایی رو که خط قرمزایی رو که مثلا آقای خاتمی عبور نکرد ازش ایشون کرد، ولی تواناییاش بیشتر در این رابطه من فکر نمی‌کنم میخوام بگم، من بگم که آقای احمدی نژاد یکی از تواناییاش به نظر من اینه که میتونه با مردم، با توده‌های مردم یه ارتباط منسجم‌تری داشته باشه. مثلا آقای هاشمی رفسنجانی این توانایی رو نداشته، آقای هاشمی رفسنجانی هیچ‌وقت از تهران خارج نمی‌شده، یا مثلا اگه خارج می‌شد 4 تا شهر دیگه می‌رفته می‌مونده. آقای احمدی‌نژاد تو تمام دهات کشور رو گشته، تمام استان‌های کشور رو گشته، با مردم می‌بینید لباس پوشیدنش مثل مردمه، خونه‌اش مثل اوناست، زندگیش یعنی اینجوریه، آدم خیلی پاپیولیستیه. خب یه واقعیت دیگه هم در مورد ایشون اینه که این صادقانه سعی کرده به این نیروی مستضعفی که انقلاب قرار بود از اینا حمایت بکنه سعی کرده کمک کنه. حالا ممکنه برنامه عملش یه جوری بوده که همون مستضعف هم صدمه دیده، اما این به اصطلاح قصدن نبوده، یعنی آقای احمدی‌نژاد نیومده قصدن یکی رو بیچاره و فقیر و فقیر و فقیرتر کنه، اومده یه برنامه عمل رو پیش برده که حالا در یه جایی هم اشتباه رفته، جایی هم درست رفته. ایشون در رابطه با دنیای خارج خب اشتباهات خیلی زیادی کرده به نظر من، در مورد حرفایی در مورد اسرائیل و اینا زده، ولی در اونجا هم بی‌انصافی شده بهش. چرا بی‌انصافی شده؟ ببینید مثلا اینکه اسرائیل باید نابود بشه حرف احمد نژاد بود؟ نه، این حرف آقای خمینی زد، آقای خامنه‌ای زده، آقای هاشمی رفسنجانی زده و ایشون هم بود یکی از شاگردای اینا، این هم تکرار کرده. حالا همه جمع شدن میگن آقا این کرده، میگم آقا اونی که میگفت اسرائیل غده سرطانیه که باید این غده رو از این منطقه بکشیم بیرون و کی گفت؟ آقای خمینی. تموم شد. اونی که میگفت که آقا فقط یه بمب کافیه برای اسرائیل، اینو کی گفت؟ آقای هاشمی. حالا اومدیم همه میگیم که این احمدی‌نژاد اگه مثلا نمیگفت هولوکاست فلانه همه چی درست بود. همه چیزی نیست. خب اما معناش این نیست که ایشون باید میگفت. من دارم میگم که خب ایشون هم به نظر من اشتباه کرد که بی خودی بیاد خودشو قاطی یک جریانی بکنه که بهش مربوط نیست. با ما چه؟ اسرائیل با هولوکاست جریانی بود بین فاشیستای آلمانی و یهودیا. خب ما نباید این بازی رو بکنیم بازی خودمون، این دعوای ما نیست، این دعوای آقای احمدی‌نژاد نبود، این دعوای اروپاست، اروپای به اصطلاح متمدن با یهودی ها. ما متاسفانه اومدن این بازی رو کردن بازی ما، اینو دعوای خود ما کردن و اینم با زرنگی گفتم دشمن های ایران این کارو میکنن. این نه اینکه فکر بکن مثلا ایشون اولین بار بوده که مثلا گفته آقا هولوکاست وجود نداره، این اولین بار که نبوده که. حالا چرا این دفعه یه دفعه همه این عمده شد این آدم؟ برای اینکه یه زمینه اونجا بود برای دشمنی با ایران، به این بهانه داد به دست این دشمنا که بیان بگن که بله آقا این مثلا ایران در چارچوب آقای احمدی‌نژاد میتونه خیلی خطرناک باشه، اصلا اسرائیل رو از بین ببره، مگه نمیبینی داره میگه فلان و اینا. دلیلی که ما میدونیم جمهوری اسلامی 30 ساله با همین اسرائیل هم زندگی کرده، کار نکرده با اسرائیل. خب همین آقای احمدی‌نژاد 7 ساله با اسرائیل داره زندگی میکنه، چیکار کرده؟ معاونش آقای مشایی داره میگه اصلا ما ملت اسرائیل ما مشکلی نداریم، که تصادفا حتی نیروهای دموکرات کشور هم مش میدی حاضر نیستن همچی حرفی رو بزنن، حتی آقای خاتمی هم همچی حرفی نتونسته بزنه. خب پس این شجاعت این دولت بوده هم در حقیقت. شجاعتشه، هم
و همین که خب میدونید گفتم به دیگه شجاعت هم دو نوعه دیگه. ببینید آخه ما ایرونی ها شجاعت و گاهی هم شجاعت داریم هم کله خری. خب من میگم بین کله خری و شجاعت باید به تفاوتی قائل بشیم. ما باید جدی یک کاری بکنیم که ببینید خودمون هم حفظ بشیم. من دارم میگم یکی از مشکلات تاریخ ایران اینه، ما ایرونی ها خب اینو بگم بهت، آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای و آقای هاشمی و خمینی و شاه و امثال من و شما و اینا، ما زاده یه فرهنگ دراز مدتی هستیم. این فرهنگ در ما یک چیزی به وجود آورده که ما از شرش نمیتونیم خودمون رو خلاص کنیم. فضای سنگین سیاسی کشور یک ببینید اصلا ایران اینجوری بخوام بگم، ایران یک کشوری بوده که 2000 خورده ای سال با دنیا جنگیده. یه وقتی یونانیا بودن، یه وقت رومیا آمدن، بعد عربا بودن، بعد عثمانیا بودن، بعد انگلیسیا بودن، بعد امریکایی ها حالا هستن. من توی سخنرانی توی قزاقستان گفتم که دعوای ایران امریکا 2500 سال پیش شروع شد. طرف شروع کرد به خندیدن. 2500 سال پیش که امریکا نبود. گفتم من همینقدر میفهمم. اما امریکا نبود، یونان که بود، امریکا نبود، روم که بود، اینو عربا که بودن، عثمانی ها که بودن، انگلیسی ها که بودن. حالا متاسفانه تو تمام این مدت ها هم غیر از در یک دوره کوتاهی ما همیشه بازنده بودیم. تاریخ ایران تاریخ باخته. تاریخ باخت باعث شده دو تا اتفاق برای ما بیفته. یکی این که ما رو نسبت به قدرت، مخصوصا قدرت خارجی، بسیار بدبین کرده. مثلا به همین دلیل هم نمیتونیم با قدرت خارجی زندگی کنیم. همزیستی با قدرت خارجی برای ایرونیا مشکل بوده، فرق نمیکنه کی بوده تو سر کار، همیشه مشکل بوده. دوم در ما یه فرهنگ مظلومیت به وجود آورده. ما 1400 ساله برای امام حسین تو خیابونا سینه میزنیم، هنوزم دنبال یزید هستیم که تیکه پارش کنیم. خب این فرهنگ دیگه. خب این فرهنگ بار آقای احمدی نژاد هم هست، بار من و شما هم هست. خب این فرهنگ بعد میاد چیکار میکنه؟ این فرهنگ مظلومیت از ما عدالت طلب میکنه. عدالت گسمی ایرونی ها چرا دنبال عدالتن؟ برای اینکه مظلومن. همه ما فکر میکنیم که امریکا داره ما ظلم میکنه. تو الان برای ایران بپرس میگه آقا امریکا ما ظلم میکنه، انگلیسی ظلم کرده، عربا ظلم کردن، روس ها ظلم کردن، همه ظلم کردن، برای ما مظلوم واقع شدیم. و بعد اینکه مظلوم واقع میشه دنبال عدالته که آقا عدالت رو اجرا نکردی، بیا از من خواهش بکن، از من عذرخواهی کن، میبینی سری دستی به سر گوش من بکش، میبینی دلم در بیاد. اینجوری حالا نمیکنی این کارو، آدم ظالمی میشی. این یه مسئله. بعد آدمی که دنبال عدالت ذاتن مبارز میشه. برای اینکه تو میبینی تو میگی تو منو مظلوم واقع کردی، تو ظالمی، ولی هم حاضرم نیستی بیای بگی میدونی من ظالمم و تو آقا ببخشید و اینا فلان فلان شده، حالا بمون که من ترتیب تو بدم. خب مبارزه جون، برای اینکه همینم اصلا تو تاریخم تاریخ انقلابه. خب هی میزنیم و میگیریم و میریم ها میپاشیم. بعد این تاریخ مبارزه جویی و تاریخ انقلابی با اون مظلومیت و اینا یک کامپلکسی در ما به وجود آورده که داد فریاد زیاد میکنیم. نه که ببین وقتی تو حریف نیست، یه روزی با یه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است، نمیخوام ببرم اینجا، بهش گفتم آقا شما چرا اینقدر فحش میدید، داد فریاد میکنید، یکم ساکت باشید، اینو هی مرگ بر امریکا، هر مرگ بر این و اون. آقا دکتر ما که چیز دیگه دستمون نیست، اگه مرگ بر امریکا هم نگیم، ما اگر این داد فریاد هم نکنیم دلمون میترکه. بالاخره ببین آدم مظلوم که نمیتونم ظالما بگیره، داد فریاد هم نکنه دلش میترکه. ما بنابراین یه سری مشکلات اینجوری داریم. من داشتم تازه از چین اومدم، یکی از دوستان دولتی رو دیدم همین هفته پیش از چین اومدم، گفتم فلانی گفت چیه، گفتم که ببین چین ابرقدرت بعدی، از همین الان تمرین کنید مرگ بر چین بگید. ببینم یه 10 سال دیگه وقت ندارید، چون چینیا دارن جای امریکایی ها رو میگیرن، بشینیم ببینیم چجوری باید مرگ بر چین رو توی مردم را بندازیم. میخوام بگم یه همچین ملت یه ما باید یا مرگ بر یزید بگیم، یا مرگ بر ابوبکر بگیم، یا مرگ بر یک کسی. این مرگ بر کثیف تو فرهنگ ما اومده. مشکل ما اینه. ما باید از این جریان بیایم بیرون. احمدی نژاد رو به نظر من به نظیر آقای احمدزاده باید در چارچوب وسیع این فرهنگ دید. خب یعنی باید آقای احمدزاده تو متن این تاریخ، توی متن این فرهنگ گذاشت. و
بعد حالا چرا امانجاد باید گذاشت؟ چرا امانجاد اینجوری برخورد میکنه؟ مثلا من و شما ممکنه نکنیم، برای اینکه احمدی نژاد توی قدرته، رئیس جمهوره، ایشون خودشو کورش میبینه، ایشون خودشو لالا چو عباس میبینه، درست شد؟ خب تو وقتی که ایشون جای شاه عباس میذاری، بعد میبینی آقا شاه عباس چجوری عمل کرد، گویا مثل همین عمل کرد. ببین میخوام بگم که تو وقتی که تو اونجا هستی، تو اون قدرت اون بالا هستی، میگه آقا من الان میدونی رئیس مملکت هم دیگه، وقتی به عنوان رئیس مملکت وارد میدون میشی، اون وقت برخوردت با امریکا و اروپا و اینا همون برخوردی میشه که شاه های قبلی کردن، که نادر شاه کرد، میدونی که بقیه همین فرق میکنه. اول اینو بگم که ایران یک کشور بسیار ثروتمند و غنیه، ملت بسیار باهوشی داره و منابع بسیار سرشاری داره. من به آینده این کشور امیدوارم، یعنی واقعا امیدوارم. تصادفا الان نه فقط من، توی به اصطلاح این گزارش‌های استراتژیکی که مثلا CIA منتشر کرده، وقتی اینا میخونی میبینی که حتی CIA هم میگه که ایران یه آینده درخشانی داره. ببین یکی از مهمترین اسیدهایی رو که ایران داره که در خیلی کشورها کمه، اینه که ما یک نیروی جوونی، خب یک جمعیت جوونی اومد، این نیروی جوون الان وارد یه بازاری داره میشه. توی 10 سال آینده، توی این 10 سال آینده اگر جمهوری اسلامی بتونه، یا هر که حکومتی بتونه زمینه‌های لازم رو، ابزارهای لازم رو برای توسعه برای این نیرو، این نیروی جوان فراهم کنه، ایران به سرعت میره جلو. یعنی در واقع تمام ابزارها، منابع برای یک پرش در ایران وجود داره. باید ببینیم که چجوری این جریان مدیریت میشه. نکته دومی که میخوام بگم اینه که من اعتقاد دارم، همونجوری که قبلا هم عرض کردم، هیچ نیروی سیاسی به تنهایی نمیتونه این پرش رو تو ایران ایجاد کنه. ما در ایران نیاز داریم که یه آشتی ملی به وجود بیاد، که نیروهای سیاسی ائتلاف بکنن، جمع بشیم دور هم، دست به دست هم بدیم، به این ایدئولوگ بازی رو و این جریان‌ها رو بذاریم کنار و به توسعه کشور و به استفاده از این ابزارها و وسایل چیز کنیم. این راهش، یکی از مهمترین شرطش، ایجاد یه چیزیه که من بهش میگم تعقل یا عقل جمعی. خب ببین، ایرونیا فردن بسیار باهوشن، ولی عقل جمعیشون زیاد نیست متاسفانه باید بگم. حالا ممکنه دوستان ایرانی ممکنه دست من دلخورم بشن، ولی واقعیت ما اینه که یک هوش فردی خیلی بالا و عقل جمعی کمی داشتیم، و اون عقل جمعیه که کشورها رو رشد میده، نه هوش فردی. اگر اروپا رشد کرد، اگر امریکا رشد کرد، اگر چین داره رشد میکنه، به خاطر که عقل جمعیشونو اینا درست کردن. عقل جمعی یعنی شما بشینی ائتلاف میکنی، آشتی میکنی، دست به دست هم میدی، برنامه ریزی میکنی، آینده رو میبینی، بینش میذاری، تجزیه تحلیل میکنی، منابع رو درست عمل میکنی، به جا میذاری، با علم وارد میدون میکنی، نه با احساس و میدونی داد فریاد و اینا. این ما ایرونی ها نباید ایموشن و اینا، باید احساسات و اینا رو باید بذاریم کنار، معقول فکر بکنیم. یکی از مشکلات ما الان در این مقطع به نظر من اینه که جامعه ایران خیلی سیاسی زده شده، و این متاسفانه دلایل خیلی زیادی داره. یه دلیل اصلیش اینه که به اصطلاح در واقع حزب سیاسی وجود نداره، سازمان‌های سیاسی وجود نداره، بنابراین کارخونه رو سیاسی می‌کنن، اتوبوس سیاسیه، همه جا سیاسی شده. این خیلی خطرناک و بده. دوم، متاسفانه ارزش سیاستمدار تو ایران خیلی زیاده و بار ارزشی سیاستمدار تو ایران اصولا زیاد بوده. ما باید اینو بشکنیم. ما باید ارزش به اصطلاح اجتماعی یک به اصطلاح مدیر رو، ارزش اجتماعی یک آموزگار رو، ارزش اجتماعی یک فیلمبردار رو، یک بزنسمن رو باز ببریم بالا، که به طور نسبی ارزش اجتماعی این سیاست شکسته بشه. این اتفاق اگه بتونه بیفته، اون وقتی که همه نمیخوان برن تو سیاست و سیاست بازی کنن و سیاسی بشن. یه لطف دیگه‌ش هم اینه که اگر این کار رو بکنیم، شاید زودتر به دموکراسی میرسیم. من همیشه میگم دموکراسی، دنیا فقط دموکراسی رو از طریق سیاسی نرسیدن بهش. ما تو ایران همش وقتی به دموکراسی و حقوق بشر نگاه میکنیم، فقط یک دید سیاسی بهش داریم.
مثلا در حال شما ببینید انگلستان فرض کنید یا اروپا، مثلا خود انگلستان از وقتی که انقلاب صنعتی شد تا وقتی که به دموکراسی رسید 100 سال طول کشید. یعنی اینجوری نبود که انگلستان بلافاصله توسعه پیدا کرد و دموکراتیک شد. اکثر کشورهای اروپایی اینجوری هن. اکثر کشورهای اروپایی بخششون حتی دهه 50 همون اواسط همین قرن گذشته دموکراتیک شدن، دلیلی که رشدشون خیلی قبل شروع شد. ما متاسفانه میخوایم همه چیزو همون دفعه اول یک دفعه همه چیز بپریم. من دارم به دوستان میگم آقا توی جامعه‌ای که انتخابات سالمی نمیتونه برگزار بشه، حالا به هر دلیلی، خب معلومه که توش نمیشه به این سادگی دموکراسی جا انداخت و حقوق بشر جا انداخت. نه اینکه حقوق بشر و دموکراسی ارزش‌های خوبی نیستن و نباید آدم اینا رو واقعا به عنوان ارزش تو جامعه جا بندازه، اما بین واقعیت و ایده همیشه یک دنیا فاصله است. ما ایرانیا باید واقع بین باشیم نسبت به زندگیمون، نسبت به توانایی‌هامون. از نظر شما روند مثبت داره؟ به نظر من ایران الان روند مثبتی داره. البته بگم در کوتاه مدت ایران متاسفانه مسائل عدیده جلوش هست. هم این کشور در داخل مشکل داره، هم از خارج بهش دارن فشار میارن. این فشارهای بیرون و درون میدونی میتونه جامعه رو بتره کنه حتی، اما ما ایرونی ها وظیفه‌مون اینه که به هر قیمتی شده این فشارها رو کم کنیم، برای اینکه ایران ما در تحلیل نهایی مهمه. ببینید همه چی رفتنیه. با تشکر از وقت شما آقای دکتر امیر احمدی، وقت اونم تموم شد. خیلی ممنون که تشریف آوردین به استودیو. خیلی متشکرم. امریکایی این سوال شما را از من نکرده.